گروه سه نفره اینرژی سازهای آکوستیک و کوبه‌ای رو با موسیقی الکترونیک مدرن و رقصی ترکیب میکنن و حاصل اون موسیقی یه به اسم امبینت اثنیک که زیر مجموعی از موسیقی ترانس و سای ترانسه، موسیقی که توی مهمونی ها و کلوب های شبونه جزایری مثل گوا و ایبیسا خیلی طرفدار داره. بند جوانم مرشدم خانم از اون بپرسی جانا این چه جور خانم از اون بپرسی از اون بپرسی از اون بپرسی جانا این چه جور خانم در این خانه گنجیست در جهان نگنجد خواجه و این خانه و دیر مغان همه بهانه در خانواده من چند نفر بودن که اهل موسیقی بودن، از فامیلای نزدیک سردایمون سنتور میزد و این خیلی من تشویق کرد که منم دوست داشتم موزیک بزنم، تشویق شدم و تو خانواده من خیلی خواننده های خیلی خوب داشتیم که بعضی وقتا که با هم خانوادگی جمع میشدیم اینا با هم موزیک میزدن، یعنی خانواده های قدیمی دوره هم جمع میشدیم، من خیلی علاقه‌مند شدم به موزیک. با جاز زدن و سبک جاز شروع کردم. جاز راک و بعد رگی و بعد هم در گروه‌های فانک جاز می‌زدم. و بعد به سازهای دیگه هم رو آوردم. مثل سازهای الکترونیک. All my family was into music.
در واقع همه خانواده من اهل موسیقی بودن. پدرم ساکسیفون میزد، مادرم پیانو میزنه، آواز هم میخونه و خب طبیعی بود که من هم دنبال موسیقی برم و پیانو بزنم و با پیانوی کلاسیک شروع کردم. بهرام جی دوران جوانی رو در هندوستان گذروند و جی که در آخر اسمش گذاشته در هندی به معنی عزیز و آقاست. او که در کرمانشاه با عرفان ایرانی آشنا شده بود، در هند هم به دنبال عرفان هندی رفت و برای همین این نوع دیدگاه در کار او تأثیر زیاد گذاشته. بهرام در ضمن از اشعار شعرهای ایرانی مانند حافظ و مولانا هم در کارهاش استفاده میکنه. بعد از اینکه تحصیلاتم تمام شد در ایران، رفتم هندوستان. در اونجا با خیلی میوزیشن‌های مختلف آشنا شدم از کشورهای مختلف. بعداً هم که با موزیشن‌های وسترن با اینا که آشنا شدم، سبک موزیک ما عوض شد. از سال 96 ما شروع کردیم به میکس کردن موزیکای ایرانی یا شروع کردیم اینا رو میز کردیم با ریتمای وسترن که تازه غربی. Like in the 90s, early 90s when در اوایل دهه 90 یادمه وقتی آلبوم های عالی مثل آلبوم های بیورک و مسیو اتک بیرون اومدن، این سازهای جدید الکترونیکی که این هنرمندا استفاده میکردن جالب بود و میخواستیم ما هم اونا رو تجربه کنیم. We were all amazed by that, saying okay, this is a new tool, we need to try that.
و خب نسل جدید این دستگاه‌ها که بیرون اومد، ما هم می‌خواستیم باهاشون کار کنیم. همیشه این ایده رو داشتم که سازهای آکوستیک رو با این دستگاه‌های الکترونیک ترکیب کنم. در فرانسه یه جنبشی در واقع در موسیقی اتفاق افتاد که برای ابراز احساسات و صداها هنرمندان از دستگاه‌های جدیدی استفاده می‌کردند. چیز تازه‌ای بود و ما هم تصمیم گرفتیم که این به اصطلاح استودیوهای خانگی رو تجربه کنیم. من با سوان و الی در ایبیزا آشنا شدم. عاشق کاراشونم و طرز کار کردنشون. خیلی آدمای دقیقی هستن. آدمای مهربونی هستن و من هم به عنوان انسان و هم به عنوان موسیقیدان دوستشون دارم. وقتی در ایبیزا با بهرام آشنا شدیم، تصمیم گرفتیم که پروژه‌ای رو با هم شروع کنیم، هم برای ضبط آلبوم و هم برای اجراهای زنده. ایده ما این بود که سازهای محلی رو با ضرب آهنگ‌های الکترونیک و رقصی‌تر و سایکدلیک ترکیب کنیم. ترکیب موسیقی الکترونیک با نواهای طبیعی و سازهای محلی. Ibiza is a very magnetic place. ایبیزا جای خیلی جذابیه. حالت مغناطیسی داره. شاید به خاطر جزیره کوچک ازبدراس که یکی از جاهای کره زمینه که قدرت مغناطیسی بالایی داره. مثل مثلث برمودا. و یه جای خیلی هنریه. همیشه اینطوری بوده. پر از هنرمنده. در واقع ایبیزا روی من تأثیر زیادی داشته. ایبیزا مکانیه برای ملاقات هنرمندا، موسیقیدانا، نقاشا و هر نوع هنرمندی. و من از اینکه اینجا زندگی میکنم و با افراد زیادی آشنا میشم خوشحالم.
باقی.